دوستان عزیز، می هم قسمت دوم استراتژی کیو را براتون و باتون شیر کنم. امیدوارم که به نفعتون باشه. اوکی، قبل از اینکه ادامه بدی به دیدن ویدیو، لطف کنید سبب مسئولیت ما را ببینید. اوکی، همینطوری که بچه ها دوباره تکرار کنم، این استراتژی بر مبنای اینه که این مبتنی بر تجزیه و تحلیل سناریوهای واقعی مختلفی است که حرکت قیمت را در روز پیش بینی می کند. ببینید بچه ها، حرکت قیمت در روز و واقعی هستن. چرا واقعی هستن؟ به خاطر اینکه اینا تو بازار ازش استفاده میکنن، سوپر کامپیوتر ها ایناش ازش استفاده میکنن. این چیزا خیلی خیلی وقت تو بازار هست و فکر کنم اولین بار با از طرف یه، اگه اشتباه نکنم، فقط من اسمشو میدونم، اسم فامیلیشو نمیدونم، فکر کنم دنیس بهش میگفتن که تو فیاچور ها استفاده کرده. اما بعد از اون که سوپر کامپیوتر اومدن و اینا زیادتر الان نرمال شدن که تو سوپر کامپیوتر ازش استفاده میکنن. پس این سناریو ها واقعی هستن. چرا واقعی هستن؟ به خاطر اینکه همه تحلیلگرای حرفه ای میدونن که اینا تو سوپر کامپیوتر استفاده میشن و و و و خود تحلیلات معامله گرا روزانه ازش استفاده میکنن. به خاطر همین ما بهش میگیم واقعی. واقعی است و شما خودتون هم دیدید. اوکی اوکی بچه ها، ما در مورد سناریو ها، من قبلا بهتون تشخیص زود هنگام بر بالاترین و پایین ترین نقطه روز را که براتون تو ویدیو اول بحث کردم، تو این ویدیو من دوست دارم تو قسم چهارم، یعنی بخش این دیروز، نقطه پایین ترین و بالاترین و پایین ترین و نقطه بسته شده دیروز را براتون بحث کنم که شما چطوری ازش استفاده کنید. اوکی بچه ها، اوکی بچه ها، من چارت هم آوردم. این یه چارت S&P 500 رو من اینجا گذاشتم بخاطر اینکه چارت وول استریت رو ناسداک من اینقدر تار عنکبوت اونجا دارم، خیلی شلوغه، مشکله که شما خوب ببینید و چه اتفاقاتی میفته. اوکی، چیزی که هستش، ما الان این تو تایم فریم 5 دقیقه ای هست، اما در حقیقت موقعی که من تو تایم فریم 5 دقیقه ای میذارم اینجا، خوب همش دیده نمیشه به خاطر اینکه ما شنبه و یک شنبه داریم که تعطیل است، باید برگردیم روز جمعه. پس من برای این که ای چیز بشه، من تقریبا یه نیم ساعتی میذارم، نیم ساعتی که الان نیم ساعتی فکر کنم. اوکی، فکر کنم بچه ها تا اوکی بچه ها، من در حقیقت اینجا رو جمعه گذشته و پنجشنبه گذشته گذاشتم بخاطر اینکه شنبه یک شنبه نیاد تو کمی گیج کننده باشه. من اونجا براتون انجام میدم و امیدوارم که بهتون کمک کنه. خب، ما قبلا چی گفته بودیم؟ ما اگه بریم روز جمعه رو نگاه کنیم، تقریبا روز جمعه، بذارید اینجا نگاه کنیم، روز جمعه ما اینجا روز جمعه شروع میشه، بعدش دیگه اینجا روزش تموم میشه. بعد روز چهارشنبه ما اینجا شروع میکنیم و تقریبا اینجا تموم میشه. ببینید بچه ها، شما باید بدونید چه تریدینگ ویو شما کار میکنید یا چه تا آی جی کار میکنید، به خاطر اینکه شاخص ها همیشه 24 ساعته هستن، 24 ساعته کار میکنن اینا. شما اینجا با قشنگی این اختلاف رو میبینید. این اختلاف شب موقعی که بازارها بسته هستن که اینجا از ما اینو در نظر نمیگیریم، به خاطر اینکه اینجا نقدینگی تو بازار بسیار بسیار کم است. شاخص ها دارن بر اساس فیوچر ها، قرارداد های فیوچری کار میکنن اینا، به خاطر همین ما اینو در نظر نمیگیریم. البته خیلی خیلی تحلیلگرا هستن که این کارو میکنن، از این سناریو استفاده میکنن که اینجا هم در نظر میگیره. اما به نظر من اون بک تستی که من کردم، شما باید خودداری کنید، مطلقا از این استفاده نکنید، به خاطر اینکه نقدینگی تو بازار بسیار بسیار کم است، بسیار بسیار کم است و این میتونه شما را چیز کنه. اگه خودتونم برید بک تست کنید، نگاه میکنید که سناریوها اونجا خوب جواب نمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت اون موقع خیلی از سوپر کامپیوترها تو کار نیستن. سوپر کامپیوترها تو کار واقعی میافتن موقعی که بازار باز است. اوکی، پس ما با موقعی که بازار باز است بهش چیز میکنیم.
اوکی بس ما الان اینجا چیکار میکنیم؟ مثلا بگیم امروز جمعه است، این روز ما منتظریم بازار باز بشه. قبل از اینکه بازار باز بشه، امروز ساعت 2:30 انگلیس است، که قبل از اینکه بازار درست بشه شما چیکار میکنید؟ شما میرید اینجا بالاترین و پایین ترین نقطه روز گذشته را و نقطه سه نقطه پیدا میکنید، بالاترین نقطه، پایین ترین نقطه و کلوزش. ببین اکثریت تحلیلگرایی که از این سناریوها استفاده میکنن، اکثریتشون چیز بالاترین و پایین ترین نقطه ازش استفاده میکنن، اما من کلوز استفاده میکنم. کلوز دقیقا باید کلوز، اون کندلی که کلوز میکنه اون کندل رو دقیقا اون کلوز رو بگیرید. و دلیلش اینه که به خاطر اینکه من خیلی خیلی بک تست کردم، خیلی قشنگ جواب میده، اما خیلی ها خیلی ها از این از اصلا استفاده نمیکنم، مخصوصا تحلیلگرای حرفه‌ای. اکثریتشون تو مثلا اگه تو حرفاشون هم حرف بزنه اینو نمیگن، مثلا اوکی اینو. و تو سوپر کامپیوتر هم فکر کنم تا اندازه ای، اما مطمئنا تو سوپر کامپیوتر اینو حساب کردن، اما تو بالاخره فرهنگ نشده. اوکی پس من برای اینکه من الان تو تایم فریم نیم ساعتی هستم همینجا، که آسون بشه که برای من پایین ترین و کوچک ترین نقطه رو بسکن. بعد از اون من میرم اینجا وارد تایم فریم 5 دقیقه میشم تا اینکه سناریوها رو اینجا چیز کنم و ببینیم چطوری جواب میده. حالا من چیکار میکنم؟ من اینجا نرمال من اینطوری کار میکنم. این بالاترین نقطه روز بوده و این پایین ترین نقطه روز پنجشنبه بوده. من نرمال چیکار میکنم؟ بعد اینجا کلوزش بوده، ببینید اینجا میبینید اینجا کلوزش بوده اینجا، یعنی ببینید من رو شدو ها نمیرم، ببین رو شدو ها نمیرم، شدو رو نمیزنم، بلکه خود کلوز رو میزنم. اینجا کلوز است. اوکی نرمال من چیکار میکنم تو پرو ریل تایم برای خودم؟ من اینو این رنگو میذارم، من اینجا بزرگش میکنم، 4 میذارم، بعد اینجا این رنگو میزنم که موقعی که مثلا تو تایم فریم های کوچیکی به من نشون بده. بعد من چیکار میکنم؟ ببینید بچه ها، اینجا من میگم که تمام تایم فریم ها رو نشون بده. حالا این یکی رو من یه رنگ دیگه میذارم که بهم میگه اوکی، دوباره من اینجا اینو 4 میکنم، بزرگ میکنم. من این رنگ توسیه رو میزنم، این رنگ توسیه رو میزنم که این نشون میده که این نقطه ای بود که دیروز بسته بود. دلیل این که من این نقطه رو میخوام که خیلی از تحلیلگرای دیگه این کارو نمیکنن اینه که به خاطر اینکه این چیزی که ما اینجا داریم روز، ما با دیدن این میتونیم راحت گپ رو پیدا کنیم. مثلا نگاه کنید اینجا این گپ رو میده، اگه نگاه کنید از اینجا تا اینجا گپ رو میده. اگه شما چنین نقطه ای نداشته باشید شما نمیتونید گپ رو تشخیص بدید. بعد این نقطه خیلی مثل حمایت و مقاومت استفاده میکنه، پس این نقطه را خیلی خیلی کم ازش استفاده میکنه، اما من بک تست کردم خیلی خیلی خوب جواب میده. حالا من اینو زرد میذارم بچه ها، اینو زرد میذارم، این زرد رو میذارم، بعد اینجا میذارم که تو تمام تایم فریم ها برای من نشون بده، به خاطر اینکه بعضی دفعه من از تایم فریم فکر کنم اینجا تایم فریم یادم رفت بچه ها. اوکی به خاطر اینکه تایم فریم های مثلا من 5 دقیقه و 3 دقیقه میرم، هر جایی که برم دیگه این الان به من نشون میده. اوکی پس ما اینجا سه تا نقطه مهمی اینجا به سطوحات مهمی اینجا ما تشخیص دادیم، که بالاترین نقطه روز بود اون روز پنجشنبه بود، بعد پایین ترین نقطه روز پنجشنبه بود، و همینطوری نقطه‌ای که بسته شده. و دلیل این گفتم من از این استراتژی زیادتر استفاده میکنم، چرا؟ تا اینکه گپ و تشخیص بدم. حالا ما این کار انجام دادیم، ما بریم الان ببینیم چطوری جواب میده و چه اتفاقاتی میفته. اوکی ما الان میریم تو تایم فریم 5 دقیقه ای و تو 5 دقیقه ببینیم روز جمعه چطوری چی شده. اوکی من الان 5 دقیقه میرم. اوکی خب بچه ها، الان من اگه تو این 5 دقیقه من روز جمعه را نشون بدم، این روز جمعه است. اوکی این تمام روز جمعه است. خب خیلی خیلی روشنه، خیلی روشنه که چه اتفاقاتی میفته اینجا. چیزی که اتفاق میفته اینه که ما میبینیم این زرده چه بود؟ این زرد ببین این بالاترین نقطه بود، این کلوزش بود، یعنی بسته، موقعی که روز بسته شد. و ما اینجا میبینیم که اوکی الان در کنار این
آخر نقطه روز گذشته چقدر مقاومت، چقدر حمایت قشنگی داره، و میبینیم که S&P دور اون رنج زده و اینا بسیار بسیار اطلاعات خیلی خیلی مهمی هستن، شما میتونید ازش استفاده کنید. پس موقعی که اینجا شما وارد میشید سناریو داره. خیلی از شما هم میپرسید من چطوری بریک اوت رو میدونم. ببینید شما بستگی داره که استراتژیتون چطوری است، یعنی چطوری شما معامله میکنید و اینا. آیا شما باید توجه داشته باشید به ریسک تو ریورد خودتون. ببین توجه داشتید به ریسک ریورد خودتون. اگه شما خیلی منتظر تاییدی باشید، خیلی منتظر تاییدی باشید، اون موقع طبیعتا مثلا بگیم قیمت اینجا برگشته یا قیمت خیلی خیلی پای بریک اوت کرده، اون موقع شما مجبورید استاپ لاستون رو اینجا بذارید و اون موقع استاپ لاستون خیلی خیلی بزرگ میشه. اما موقعی که چنین سطوحاتی میده، مثلا بگیم اینجا اومدیم، ببینیم بگیم مثلا ما اینجا اومدیم، شما دارین میخواید اینجا وارد بشید، اینا شما اینجا چیکار میکنید؟ شما اینجا اوکی احتمال سه تا سناریو داریم، درسته؟ یه سناریو داریم که بریک اوت کنه، یه سناریو داریم که برگرده، یک سناریو داریم که رنج بزنه. حالا ما که اینجا هستیم برای یه معامله گر حرفه ای چیکار میکنیم؟ این معامله گر حرفه ای نرمال دنبال اینجا تاییدی نمیگره، به خاطر اینکه تو سطح بسیار بسیار قوی است، سطوح بسیار بسیار قوی. یه معامله گر حرفه ای چیکار میکنه؟ اینجا بلا فاصله موقعی که این کندل درست میشه، بسته میشه، در بسته شدن این کندل وارد میشه. مثلا من خودم بگم، من خودم اینجا من وارد میشم، اینجا که وارد شدم اون موقع من استاپ لاسم رو تقریبا اینجا میذارم. اوکی تقریبا اینجا میذارم. حالا چه اتفاقاتی میفته؟ بعد این میزنه میره بالا. اگه زد رفت بالا شد، بهترین چیز بود، استراتژی، یعنی کار خوبی که. اگه برگشت من یه ضرر کوچیکی میکنم، و به خاطر همینم هست یه حرفه‌ای چقدر میکنه روزی مثلا نگاه میکنین، مثلا من 10 تا معامله انجام میدم، از این 10 تا معامله مثلا من 7 تا رو میبازم، 3 تا رو میبرم، اما 3 تا رو سود کلانی میبرم. اون هفته ها هفته رو که بذاری همش بذاری مثلا یه ضرر بسیار بسیار کوچیکی میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه من به پیش بینی نمی کنم که چه اتفاقاتی میفته، بلکه فوکوسم رو اینه که موقعی که وارد شدم چطوری کنترل کنم. تا زمانی که من بتونم کنترل کنم، موقعی که وارد شدم کنترل کنم، من کاری با آینده ندارم. به خاطر اینکه آینده شما بخواید نخواهید اکثریت وقتها 50-50 است، به خاطر اینکه هیچ که نمیتونه ببینه آینده چی میشه، مخصوصا تو تایم فریم های کوچیک. خودتون رو گول نزنید، خودتون رو متخصص نکنید، تو قهرمان نکنید، بگی اوکی من پیش بینی میکنم الان باید بره بالا، چرا پایین اومد؟ من که نه، به جای این که شما چنین کاری بکنید، شما چیکار میکنید؟ شما کاری با این نداری که برمیگرده یا نه. شما این سناریوها دارید، اوکی بریک اوت میشه، یه کمی بریک اوت داد، شما وارد میشید، برگشت شما وارد میشید، اما با استاپ لاس هایی که پس مهمترین چیزی که اینجا هست اینه که شما بتونید موقعی که وارد شدید اون پروسس رو کنترل کنید. شما نگران فیوچر نباشید، فیوچر یعنی آینده نباشید، چه اتفاقاتی آینده میفته. اون اتفاقات میفته تو شما تو تای فراموش نکنید، شما تو تایم فریم 5 دقیقه ای هستن، تو تایم فریم 5 دقیقه خیلی چیزا اتفاق میفته. به خاطر همینم هست اکثریت شماها که اسکالپلینگ رو انجام میدید همتون موفق نمیشید. چرا موفق نمیشید؟ به خاطر اینکه به جای اینکه شما قبول کنید که شما تو تایم فریم 5 دقیقه‌ای هستید، تو تایم فریم 5 دقیقه‌ای نویز خیلی زیاده، پارازیت خیلی خیلی زیاده. شما میخواید اونجا فقط فوکوستون این باشه که پیش بینی کنید اوکی الان من تاییدی گرفتم، بریک اوت شد، من الان وارد میشم. اینو شما باید بدونید که اوکی برای من مهم نیست که به خاطر اینکه 5 دقیقه است، برای من مهم نیست که آینده چه اتفاقاتی میبینیم، برای من مهمه که من توش تو بازار باشم، تو حرکت بازار باشم، و تو اون حرکت بازار بدون فوکوسم رو این باشه که چیکار کنم من موقعی که وارد شدم اونجا من کنترل کنم. چه کنترل کنم؟ یعنی اینجا ضررم رو کنترل کنم. تا زمانی که من ضررم رو کنترل کردم من نگران این نیستم. بعد که اینجا اگه به نفع من رفت دوباره وارد میشم. اون روز من تو لایفم براتون همین استراتژی رو انجام دادم، جلوی چشم شما دو سفارش گذاشتم، هر دو سفارشم چیز زدم، چه استاپ لاس های من زده، هر کدومش 10 پوند من ضرر کردم، اما اگه میرفت من هر کدومش نزدیک 3000 پوند سود میبردم. باز ببینین ریسک ریورد من برابر من چیکار میکنم؟ من اینجا 10 پوند رو تو ضرر میذارم برای اینکه شانس خودم رو چیز کنم، اگه ببینم برمیگرده، اگه برگشت پرفکت، اگه برنگشت بذار 10 پوند بره،
ده پوند اینجا، ده پوند اونجا، سه پوند اونجا، آخرش آخرش نگاه میکنی بالاخره شانس هم زیادتر میشه، میگیرمش. پس یک تحلیلگر حرفه‌ای زیاد به این تمرکز نداره که مخصوصا تو تایم فریم های کوچیک نگاه کنه آینده چه اتفاقاتی میفته. شما نمیدونید تو اخبار چه بازار چه اتفاقاتی میفته، شما نمیدونید سنتیمنت بازار چی است. اوکی، پس اینا خیلی خیلی مهمه. پس ما اینجا موقعی که این نکات رو گرفتیم اینجا وارد میشیم، دقیقا همینم. اگه دیدی مثلا این کندل بزرگی اومد، شما میتونید اینجا وارد بشید. خب اینجا وارد بشید، دوباره اینجا استاپلاستون رو میزد. اما اینجا چی است؟ اینجا اگه نگاه کنید، شما موقعی که دیدید اینجا تو رنج است، خب اون موقع دوری میکنید، اون موقع دوری میکنید، دوری میکنید، بعد نگاه میکنید دیگه معاملات انجام نمیده، به خاطر اینکه تو موقعی که تو رنج است معاملات انجام نمیده. اما اینجا من این کارو میکنم، چرا؟ به خاطر اینکه این کار این خیلی زود است، در مدت چیز این موقعی است که اروپا بسته میشه، و موقعی که اروپا بسته میشه ما میدونیم که جدول Q1 بهتون میگه و که چه اتفاقاتی میفته 20 دقیقه بعد از اینکه اروپا بسته شد، و من همینجا از اون 20 دقیقه استفاده میکنم بدون اینکه خودم اذیت کنم، بگم اوکی کجا تاییدی بگیرم، کجا وارد میشه. نه، بذار من 10 پوند اینجا ضرر کنم، اما ببینم با این رشد رو دست ندم. اوکی، پس چیزی که جالب اینجا، من الان مثلا برم کندل اولی را بگیم. اوکی، ما الان این کندل اولی است. الان دوباره من اونا رو با سفید، رنگای سفید میذارم بچه ها. این کندل، این بالاترین نقطه کندل اولی است، و این اگه بیاییم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اینم 12، این پایین ترین نقطه بود. 12 12 دوباره میشمارم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. در حقیقت شما میتونید اینطوری بشمارید، در حقیقت شما میتونید نگاه کنید که 55 دقیقه باشه، یعنی 90 دقیقه باشه. اینی که 90 دقیقه ای است، پس مدت زمان اینجا پایین ترین نقطه بوده موقعی که 18، پس ما اینجا میذاریم اینجا پایین ترین نقطه بوده، درسته؟ حالا اینجا چه اتفاقاتی افتاد بچه ها؟ نگاه کنید، این سفید میکنم تا اینکه بدونم که دقیقا کجا است. سفید بدونم که اوکی اینا کندل های تو روزانه هستن. اوکی، من اینجا اینو میزنم، اینم اینجا میزنم. اوکی، پس این الان نگاه کنید چقدر قشنگ جواب میده. حالا موقعی که من اینجا، حالا من موقعی که اینو دیدم، من موقعی که ببین، قبل از اینکه من اینو بذارم اینجا، من گفتم وارد میشه، اما موقعی که این بود، این کندل درست میشد، من هیچ موقع اینجا وارد نمیشدم، بلکه وای میستادم ببینم اینجا رو میشکنه یا نه. پس در حقیقت اینجا من وارد نمیشدم، اما قبل از اینکه من اینجا رو بهتون نشون دادم، به خاطر اینکه کندل 18 رو من نگذاشتم، پس اینجا خودش بهتون نشون میده که این سطوحاتی که هستن اینجا چقدر قشنگ جواب میده. بعد اگه نگاه کنید اینجا، ما اینو بهش میگیم که کانال کیو. کانال کیو چی از؟ یعنی بین به یه کانال افقی ما داریم بین دو تا سطوحات مهم، بین دو تا سطوحات مهم از استراتژی کیو. حالا ما اینجا میبینیم که این پایین ترین نقطه است، بعد ما اینجا میبینیم که این پایین ترین نقطه در مدت این 18 تا کندل است. پس نگاه میکنیم موقعی که اینجا زد و برگشت، طبیعتا من اینجا وارد نمیشم. چرا؟ به خاطر اینکه میدونم این خیلی خیلی برای من مهم است، بعد وای میستم ببینم اینجا اگه این کندل درست بشه یا نه کندل بعدی، اون موقع من وارد میشدم. اما نگاه کنید دوباره پس اومده. پس ببینید این دوتا الان چه درست کردن، این کندل، این چیز کردن، چی میگن، یه کانال کیو را درست کرده و تو کانال کیو داره رنج میزنه. بس ببین، اگه ما اینو نمیذاشتیم اون موقع، ما فقط اینو نگاه میکردیم، ما نمیتونستیم پیش بینی کنیم که آیا این تو رنج از یا نه موقعی که من اینجا وارد میشم، به خاطر اینکه این آینده را ما نمیدیدیم. اوکی، موقعی که اینجا وارد میشیم. بس اینا بسیار بسیار مهم است. چیزی که دیگه خیلی خیلی اینجا براتون مهم است که ما بدونید، این در حقیقت این نقطه گپ است. ببینید این پایین ترین نقطه بود، نه نقطه ای که دیروز بسته شده بود. بعد اگه نگاه کنید اینجا این نقطه باز شد. ببینید این نقطه باز شد. پس اینجا ما چه داریم؟ به این میگن گپ. اما اگه شما تو تریدینگ ویو یا آی جی نگاه کنید، شما اینجا رو میبینید. اگه من بیارم یکمی اینور بیارم که روز گذشته هم بیاد،
اگه بیاد، اگه بتونه بیارم خیلی خوب میشه. اوکی، اینجا روز گذشته بود، بعد اینجا ما دیگه ببینی این زمانی که فیوچرا بازن، این زمانی که فیوچرا باز باشن، ما اینجا اصلا در نظر نمیگیریم و اینجا روز گذشته بود. خب ما نکات بالاترین و پایین ترین نقطه را دست گرفتیم. پس اگه شما نگاه کنید، خود این الان نشون میده که اوکی، هیچ مشکلی نیست، هیچ گپی نیست، اما در حقیقت این گپ برای ما خیلی خیلی مهم است. چرا این گپ مهم است؟ به خاطر این که سوپر کامپیوتر را چیکار میکنن؟ سوپر کامپیوتر را نگاه میکنن، اوکی، کندل اولی که درست شد، آیا این گپ پر میشه یا نه؟ اگه برمیگشت گپ پر میشد، این گپ رو دوباره پر میکرد، به این معنا است که احتمال خیلی خیلی زیاد داره که روند برعکس بشه، روند صعودی بره. اما در حال حاضر اون روند داره نزولی میره، این گپ اینجا مونده و از این خودش یه نشانه اینه که بازار در حال حاضر این گپ رو تا کندل 18 هم، تا کندل 12 هم و کندل 7 هم این گپ رو پر نکرد. اگه تا کندل 7 هم این گپ رو پر نکرد، احتمال خیلی خیلی زیاده که این روند نزولی ادامه دهد، یا تا اینکه اومده اینجا و اینجا چیکار کنه، اینجا تو رنج خودش رو گرفته. پس اینا بسیار بسیار مهم. این نکته بسیار بسیار مهم از این نکته، این سطحی است که خیلی جاها شما اگه این تو این اگه بحث این سناریو رو بکنن نیستن، وجود نداره و من خیلی بهش تکیه میدم، اهمیت میدم. علتش اینه که یکی گپ رو به من کمکاری میکنه، بعد به من میتونم تاییدی از اینجا بگیرم موقعی که تا کندل هفتم یا حتی دوازدهم هجدهم اگه این گپ پر نشد، یعنی به این معنا است که اون روندی که اول بازار استارت کرده، اون روند ادامه خواهد داشت تا اینکه زمانی که اینجا مثلا رنج زده، همینطوری که شما اینجا میبینید این اتفاق افتاده. اوکی بچه ها، بس میدوارم که این سناریوها براتون خوب باشه و خوب خوب درک کنید که چطوری ازش استفاده کنید و گفتم این خیلی خیلی مهمه که شما مثل یه تحلیلگر حرفه‌ای کار کنید. با مهم نیست که شما دنبال این نباشه که شما آینده را تشخیص بدید، دنبال این باشه که اوکی، اگه چنین سطحی را سناریوی شما دیدین، تو این سناریو اگه دیدی بازار داره ده یک سمتی میره و مثلا نگاه کنید اینجا که اینطوری نشون داده، یک کندل دیگه اینجا درست میشه، من وارد میشدم اما استاپلاسمو میذاشتم اونجا، بعد دوباره ریزش میکرد، ریزش خودش رو ادامه میده، بعد دیگه شما میبینید که اینجا رفت اونجا، شما میدونید اوکی، احتمال خیلی خیلی زیاد داره بین این دوتا سطوح رنج رو بزنید، بعد شما وارد نمیشه. پس مهم اینه که شما موقعی که چیز اسکپلینگ میکنه یا این نقطه و چیز در تایم فریم های کوچک استفاده میکنید، هیچ موقع نگران این نباشید که موقعی که از این سناریو ها استفاده باشید، زیاد زیاد فوکوس ندید رو اوکی پیش بینی کنی که چه اتفاقاتی میشه، کی بریک اوت میشه، نه، فوکوس داشته باشید اوکی، اگه من بیام فرصت رو استفاده کنم، من چقدر ضرر رو اینجا قبول میکنم. شما باید بدونید شما برای اینکه یه فرصت بسیار خوبی بگیرید، باید چندین شانس خودتو چیز کنیم، شانس خودتو امتحان کنی. اگه این شانس ها با ضرر های کوچک کوچکی باشه، شما هیچی از دست ندادید تا اینکه میگیرید. اما اگه گرفت، اون موقع شما میتونید با یک معامله شما میتونید 10 تا ضرر قبلی را پر کنید، اگه صبور باشی با سود خودتون و بدونید چطوری از تار عنکبوت استفاده کنید. و از اینا بسیار بسیار مهم، من اینو خواستم اینجا اشاره کنم بخاطر اینکه خیلی شما عزیزان پیام داده بودید که چطوری ما بریک اوت رو تشخیص بدیم. اینجا نگران بریک اوت یا برعکس نباش، بلکه فوکوست رو نقطه ورودت باشه، ضررت باشه. اگه شما حس کردید که اوکی، کندلا جوری بد میگه، مثلا اینجا کندلا جوری بد میگن، اگه شما همین کندل هم وارد میشدید امتحان میکردید، مشکلی نبود، اصلا مشکلی نبود، اون موقع ببین شما اینجا مثلا وارد میشدید، استابلاستو میذاشتی اون زیر این اوکی، همون زیر اون کندل رو میذاشتید، حالا مشکل نبود. اگه برگشت اونجا، شما یه ضرر کوچیکی کردی، یه ضرر بسیار بسیار کوچیکی کردی، اما اگه میرفت، شما میدونید چه سود خوبی میبردید. پس معامله اینطوری است که شما باید فوکستون موقعی که وارد شدید
زیادتر فوکستون رو این باشه که اوکی موقعی که من وارد بشم چطوری کنترل کنم، کنترل کردن معاملات خیلی خیلی مهمتر از اینه که شما آینده سعی کنید که خیلی آینده را چیز کنید، پیش بینی کنید، به خاطر اینکه این احتمالات است و این بسیار بسیار عامل ها و فاکتورهای دیگه هستن که هیچ موقع انسان نمیتونه 100% باشه یا احتمال خیلی خیلی زیادی باشه که آینده را پیش بینی کنه. اما شما خیلی راحت میتونید از این سطوحات استفاده کنید، چیز پروسس رو برای خودتون کنترل کنید. چرا اون تو کنترل شما هست؟ شاید شما اینجا وارد بشی، شانس خودت رو تایید کنید، اوکی نشد، دوباره اینجا میاد پایین میاد، شما شاید اومدید اینجا بازم سود بردید، یا اینکه اگر اسکپلینگ زرنگ باشی اینجا دوباره میتونی ببندی، بعد دوباره اینجا که حرکت کرد مثلا اینجا وارد بشید، بعد استاپ لاست اینجا میخورد، دوباره اینجا میرفتی همینطوری، یعنی چندین بار اینو میزدی ضرر میکردی، بعد میبینی بلا فاصله بعد از یک مدتی میبینی اوکی من تو رنج رفتم، اینجا دیگه خطرناکه، من بازی بکنم، شما وای میسی تا اینکه یه فرصتی براتون پیش بیاد، از اون فرصت استفاده کنی موقعی که روند رو بد میده، چه روند نزولی باشه چه صعودی باشه. خب طبیعتا موقعی که یه دارایی تو رنج باشه خیلی خیلی شانسش خیلی خیلی کمه. اوکی بچه ها، پس این سناریوی این قسمت دوم سناریو که بالاترین و پایین ترین و کلوز روز گذشته است که شما از استفاده میکنید در رابطه با اون سناریوهایی که من بهتون یاد دادم، سناریوهای کندلا را بهتون یاد دادم و همچنین چطوری شما میتونید به جایی که خودتون نگران کنید و آینده را تشخیص بدید، فوکوس کنید رو این سطوحات بسیار مهم، کنترل کنید که چطوری شما بتونید کنترل کنید موقعی که شما وارد بشید. مهم نیست که مثلا ناامید نشید، مثلا 10 تا معامله انجام دادید، 10 تا 10 دلاری اینجا شما از دست دادید 100 دلار شد، نگران نشید، به خاطر اینکه موقعی که چنین چیزی پیدا در جهت شما رفت، اون موقع شما چیکار میکنید؟ شما اینجا با سایزهای کوچک وارد میشید، بعد که در جهتتون رفت شما چیز میکنه، شما وارد میشی صبور میشی با چیز خود، به خاطر اینکه شما میدونید تا اینجا میاد صبور میشید با سودای خودتون. اما اینو بدونی اگه شما مثلا بیاید اینجا وارد بشی، خب طبیعتا اگه شما اینجا وارد بشید اون موقع شما باید استاپ لاستون اینجا بذارید، پس اون استاپ لاستون بسیار بسیار بزرگ خواهد بود، اگه بیاد اتفاقی بیفته اون موقع شما ضرر بسیار بسیار زیادی خواهید کرد. به خاطر همین بهترین استراتژی است که تو سطوح وارد بشید، اما کنترل کنید، کنترل خیلی خیلی مهمه، پروسس کنترل بسیار بسیار مهم است. دقیقاً همین است که با چیز فرق بین یک معامله گر تازه با یک معامله گر حرفه‌ای است. معامله گر حرفه‌ای نگران این نیست که اوکی در آینده پیش بینی آینده کنه، بلکه نگران این است که موقعی که یه نموداری اینجا یه چیزی بهش میگه و اون وارد میشه، نگران اینه که چطوری اون ضررهای خودش رو اینجا کنترل کنه و چطوری اون پروسس رو کنترل کنه، بعدش بقیهش دیگه مربوط به بازار براش تصمیم میگیره. اوکی بچه ها، امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم که سود چیز مفید باشه این ویدیو براتون. خدا نگهدار.